أحلام وغاياتي بها عليا حياتي بالقيام أحلام وغاياتي بها عليا وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلام الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا الموؤودة سئلت صدق الله العظيم خدمته هماء بینندگان عزیز و گرامی السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته همه شما عزیزان و بزرگواران را در برنامه آداب اسلامی خوش آمدید می گویم بحث ما پیرامون ادب به همراه اطفال هست الله سبحانه وتعالى دار سورة كهف مي فرمايات المال والبنون زينة الحياة الدنيا مسألة أولاد مسألة أطفال صار مسألة مهمة است وقت ما احترام به یا ادب به همراه موسفیدان ادب به همراه علما و معلمین اما باید این نکته را فراموش نکنیم ادب با اطفال چون طفل امروزی نگاه می کند به حرکات بزرگان و حرکات والدین به حرکات برادر بزرگتر خواهر بزرگتر پس بناا طفل باید با او معدبانه برخورد بشه تا اینکه فرزند با ادب فردا به جامعه تقدیم بشه بعضی از انسانها با اطفال چنان برخورد میکنن که گویا این دشمن اونهاست بسیار خشین بسیار به حالت پرخاش و به حالت قهر و به حالت عصبانی و به حالتی که او طفل نمیداند چی بگوید و چگونه از این شخص حرف زدن و و بالاخره مسائل زندگی را یاد بگیره عموما اطفالی که با قهر و قذب بزرگ میشن سرنوشت اونها سرنوشت خوبی نیست چگونه؟ شما در جامعه وقتی که جستجو میکنید و یا میبینید و میشنوید انسان های ظالم انسان های قطع و طریق انسان هایی که رحم شفقت ترحم ندارن وقتی زندگی اونها را بررسی کنید آنها از آغوش مهر و محبت پدر و مادر دور مانده بودن کسی نبوده با اونها معدبانه برخورد بکنه اشخاصی بودن با اونها ظالمانه برخورد میکردن اونها ظالم بزرگ شدند بی رحمانه با او برخورد میکردن، او انسان بی رحم و بی شفقت و بی مروت و انها بزرگ میشه پس بناا ادب با اطفال با طفلان با فرزندان با خردسالان مسئله مهمی است که باید ما آنها را رعایت کنیم الله سبحانه و می فرماید و اذا الموعودة سئلت ب ای ذنب قتلت اونهایی که نسبت به اطفال ظلم میکردن ظلم میکردن و او را زنده به گور میکردن روز قیامت این طفل پرسان میکنه از این اشخاص سوال کرده میشه و این طفل میپرسه به ای بن قتلت من چی گناه داشتم که مرا زنده به گور کردید اما این را باید فراموش نکرد اگر انسان ها متوجه ادب فرزندان خود نشوند حقیقتا فکر اونها اندیشه اونها عزت اونها عفت اونها به گور شده است همه اونها را از دست داده است یک نفر هست جسم طفل را زنده به گور میکنه یک نفر هست فکر و اندیشه او را با برخورد ظالمانه او را زنده به گور میکنه پس بناهن همانطوری که ما نسبت به رشد جسمی اطفال تلاش میکنیم باید به فکر روح و روان به فکر ادب و اصلاح اطفال هم باید باشیم آداب به همراه اطفال چیگونه هست؟ اولین ادب با اطفال تشویق به طرف علم و دانش و فقاهت وقتی که طفل بزرگ میشه یعنی در سن هفت ساله میرسه باید تشویق باشه به خواندن تشویق به به نوشتن تشویق بشه به درس و تعلیم و به حفظ قرآن به اسلوب درست نه اینکه به زور نه اینکه به زجر و به شکنجه بلکه با اسلوب درست و صحیح او را تشویق کردن به درس و به تعلیم دوم در مجالس اطفال را در کنار خود شاندن ادب با اطفال هست شما ببینیم جریان ابن عباس در مجلس سیدنا عمر رضی الله عنه ابن عباس یک طفل بود یک نوجوان بود در مجلس بزرگان کبار صحابه بزرگان نشسته در آن لحظه وقتی که سوره فتح اذا جاء نصر الله والفتح پرسان میکنن از ابن عباس که تو از این سوره چی میدانی؟ چی میفهمی؟ و این سوره برای تو چی میگوید؟ ببینید ابن عباس یک طفل هست، یک نوجوان هست ولی الله سبحانه تعالی به او استعداد داده و بعد میگه که من از این سوره بوی فراغ رسول صلی الله علیه و سلم به مشام من میرسد من این را درک می کنم, می کنم و میدانم دانم سیدنا عمر رضی الله عنه میگوید سبحان الله مهم چنین برداشته داشتم ببینید ابن عباس را یک نوجوان را پس باید اطفال را در محافل و مجالس خصوصا اطفال و نوجوانانی که دارای استعداد علمی فکری جوانان و نوجوانانی که اونها فکر اونها در حال رشد هست نبد اونها را در محافل و مجالس پایین شاند اونها را در کنار خود قرار داد تا اونها احساس بکنن که اونها جز این جامعه و مثل این شخصیت هایی که در این محفل و مجلس اینها هم می توانن حرف بزنند می توانن نظر بدهن و می توانن به اینه که ابن عباس میگه این سوره وقتی نازل شد وقتی از فتح میگه از پیروزی میگه تسبیح بگو و استغفار پروردگار داشته باش یعنی دعوت و رسالت رسول صلی الله علیه و سلم آهسته آهسته رو به اتمام هست ببینید استعداد ابن عباس را پس به اینه که اطفال را خصوصا اطفالی که دارای فکر و اندیشه هستند در محافل و مجالس آنها را در کنار خود بنشانید سوم طفل نیاز به بازی داره وقتی طفل بازی میکنه وقتی طفل بعضی وقت به اصطلاح منو شما شوخی میکنه خب وقت شوخی طفل هست وقت بازیش هست وقت اینه که باید او ساعت برای تفریح و بازی و و بالاخره اینها داشته باشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به راستی که کان احسن احسن الناس خلقا نکترین انسان از روی اخلاق بودن اخلاق زیبایی داشتن سید انس برادری داره به نام ابو عمیر این ابو عمیر یک پرنده داره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی او را میبینن برایش میگن یا ابا عمیر ما فعل نغیر که نغیر تصغیر نغر هست به معنای پرنده هست یعنی چه کار میکنی ابا عمر پرنده تو چیگونه هست ببینید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برخوردشان با اطفال بعد از چند روزی ابا عمر در بازار هست رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از بازار عبور میکنن میبینن که ابا عمر گریه میکنه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می چرا گریه میکنید میگوید یا رسول الله مات نغیر یا رسول الله نغیر مرد رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کنار او نشینند با او بازی میکنند از او دلجویی میکنن در روایات میاره با او شوخی میکنن با او بازی میکنن با او دلجویی میکنن تا اینکه او میخنده گریه تبدیل به خنده میشه یکی از صحابه یکی از اصحاب رسول صلی الله علیه و از راه تیر میشه میبینه یا رسول الله چه کار میکنید الله اکبر اخلاق رسول صلی الله علیه و سلم. برخورد رسول صلی الله علیه و سلم با اطفال و بعد میفرمایند رسول اکرم صلی الله علیه و که این ابا عمیر هست پرندش مرده گریه می کرد من خواستم که تبسم و خنده بر های این طفل بیاورم پس بناا ادب با اطفال وقتی بازی میکنه چی می شود لحظات با اطفال خود بنشینید داخل خانه بازی کنید که دارید با او عروسکی که داره با او بازی کنید که دارید اگر آل و اسباب بازی داره وسایل بازی داره همراهش بنشینید با همان شکلی که او دوست داره و میخواهد لحظات شما هم در کنار طفل در وقت بازی خوی و طبیعت طفلانه بگیرید تا اینکه وقت او طفل لحظات خوش بشه و احساس بکنه که بهترین دوست برایش پدرش هست بهترین دوست برایش مادرش هست بهترین دوست برایش برادرش هست بهترین دوست برایش خواهرش هست خانوادهش هست درس مهر بگیره محبت بگیره دیگر این که از جمله ادب با اطفال هدیه دادن با اطفال هست خصوصا وقتی جمله زیبای طفل از زبانش بیرون میشه وقتی درس میخوان سوال از او میکنید پرسان میکنید فرزند من یک سوره تلاوت بکن حدیثی که یاد گرفتی کب بخوان سوال مسئله شرعی که یاد گرفتی هر مسئله ای که طفل یاد میگیره وقتی از او پرسان میکنید یاد داره برایش هدیه بدهید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند تهادو تحبو هدیه بدهید محبت بگیرید قضیه هدیه مسئله طفل و بزرگ و فقیر و غنی نداره لا اقل اگر برای طفل دیگه چیزی هدیه ندارید یک تبسم طرفش, طرفش داشته باشید او را به آغوش بگیرید محبت کنید برایش آفرین بگویید همچنین از جمله آداب به همراه اطفال اینه که برای طفل هیچ وقت دروغ نگویید به دروغ او را صدا نکنید که بیا بگیر وقتی او میایه چیزی نباشه و بالاخره با دست خالی او را فریب ندهید از جمله آداب به همراه اطفال ادب به لطف خوش با او که صحبت میکنید لطف خوش داشته باشید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی دیدن حسن ابن علی چیزی بر دهن گذاشت فرمودن کخ کخ بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن که این صدقه را به دهن گذاشته ما صدقه نمی خوریم یعنی متوجه ساختن اطفال چیزی را برداشتن چیزی را گرفتن که برایش درست نیست او را به طریق درست به وجه احسن متوجه ساختن وقت طفل ما هفت ساله شد در سن هفت سالگی از جمله آداب به همراهش اینه که او را تشویق کردن به نماز همراه خود مسجد ببریم تشویق بکنیم وقت ده ساله شد دیگه باز به خاطر ادبش تنبیه بشه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماین مرو اولادکم بالصلاه شما اولادهای خود را امر کنید به صلات و هم ابناء سبع سینین وقتی که به هفت ساله رسیدن شما اونها را امر کنید تشویق کنید وقتی که وضربوهم علیها و هم ابناء عشر وقتی ده ساله شدن اگر نخواندن به خاطر تنبیه و خاطر ادب اونها را بزنید نه به خاطر اینکه با اونها قهر و قذب فقط به خاطر ادب و می و فرق و بین هم فیلم داجع خوابگاه اونها وقتی ده ساله شدن از همدیگر جدا کنید و همچنین از جمله ادب با اطفال اینه که برای اطفال هیچ وقت نگویید که تو یاد ندارید تو نمی فهمید، تو حرف نزن بگذار که بزرگا چی می و در این راستا وقتی طفل می نظر بده نظرش را بشنوید او را متوجه بسازید چی وقت حرف بزنه کدام وقت حرف بزنه وقتی حرفش تمام شد بالاخره شما حرف بزنید حرفش را قطع نکنید و همچنین از جمله ادب با اطفال اینکه وقتی اطفال را در مسجد و در عبادت میبینید تشویق کنید که متاسفانه امروزه در مساجد بسیار دیده میشه که اطفال وقتی مسجد میآیند بعضی با اونها خشونت میکنن با اونها غضب میکنن برو کنار و برو یک کنار چرا اینجا استاد شدی و در این راستا طفل که در مسجد می آیه نوجوان که در مسجد می سخت نیاز به تشویق داره بناا هر کدام من و شما وظیفه داریم و مسئولیت داریم در قبال اطفال و اینها سخن اخیر این که وقتی از کنار اطفال عبور می کنید اگر شما را سلام نکرد شما سلام کنید نگویید چقدر بچه بی ادب است شما برایش ادب را یاد بدهید برایش بگویید السلام علیکم و رحمت الله و برکاته این وقتی سلام کردید او طفل یاد میگیره الله سبحانه و تعالی اولاد همه ما و شما را اولاد صالح بگردانه و بر همه ما توفیق بده تا اینکه ادب را همان طوری که با بزرگان و موسفیدان رعایت میکنیم با اطفال و نوجوانان هم رعایت مائم تا برنامه بعد شما را به خداوند کریم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياتي بالقيام أحلام حياتي بها عليا، حياتي بالقيام أحلى، وغاياتي بها عليا، وكل سعادتي أني بمسؤولية أحيا حياتي بالقيام أحلى.